نو قانون اینجا و اکنون این قانون می گوید نمی توانید دوباره به خانه بازگردید اما باید سعیتان را بکنید منظور از خانه آپارتمان کوچکی نیست که در آن بزرگ شده اید خانه در واقع یعنی خانه احساسیتان نقطه شروع کودکیمان زمانی که اعتماد کامل داشتیم و باور داشتیم همه خوب هستند همه ما زندگی را به صورت موجودات کوچک گرانبها و معصومی شروع می کنیم. بعضی از ما در سالهای اولیه زندگیمان در خانه های با بدبینی بمباران می شویم. بعضی در مدرسه مورد تهدید و اذیت کودکان دیگر قرار می گیریم. بعضی با بچه های دوست می شویم که از عرازل هستند. همینطور که بزرگتر می شویم تجربه های خوب بسیار و البته تجربه های بد بسیار خواهیم داشت. این چیزی است که بودا با عنوان رنج به آن اشاره کرده است. از معصومیت شروع می کنیم. دستخوش این تجربیات می شویم. و سرانجام به یکی از این دو حالت دچار می شویم. کارازموده یا تلخ. تلخ عنوان دیگری است برای شخصی که اندوخته زیادی از روابط گذشته دارد. چسبیدن به تجربیات تلخ گذشته باعث می شود که آنها وارد زندگی امروزمان شوند. با زنده نگه داشتن آن تجربیات بد آنها را بیشتر طلب می کنید و در نهایت خود را می که با افرادی معاشر شده اید که درست همان رفتار و نقش را نسبت به شما دارند که مادر یا پدرتان در کودکی با شما داشتند. فرزندان الکلی ها اغلب با الکلی ها ازدواج می کنند. مرور تجربیات و حوادث منفی گذشته مدام گفتن اینکه اگر جور دیگری بود اوضاع الان فرق داشت مانع از پیشرفت در زندگی می شود. مانع می شود که قدر زندگی و امکانات فعلیتان را بدانید و از آنچه در آینده می توانید داشته باشید غافل می شوید. از طرفی وانمود کردن که چیزهای منفی گذشته اصلا وجود نداشته یا پنهان کردنشان بدون فکر باعث می شود که اشتباهات همیشگی را مرتب تکرار کنید. بدون اینکه واقعا بفهمید چرا تحمل روی تجربیات و حوادث منفی گذشته لازم است چون با خلاص شدن از دست آنها می توانید دیدگاه متفاوت و بیغرستری نسبت به اتفاقات گذشته پیدا کنید. می توانید ببینید چه چیزهایی واقعا خارج از کنترل شما بوده و مهمتر اینکه می توانید ببینید چه چیزهایی در واقع در کنترل شما بوده. آنگاه می توانید ببینید چه انتخاب هایی در حال و آینده بکنید. تا همان تجربیات دوباره در زندگیتان تکرار نشوند. انجام این کار همچنین این امکان را برایتان فراهم می کند که با آن رویدادها صلح کنید. زیرا می دانید دیگر واقعا تمام شدند و چیزی نبودند جز درسی دردناک که اکنون آموخته اید. و از تکرار ابدی آنها رها شده اید. ممکن است به انتخاب دوستانی که اذیتتان می کنند یا به قول خودشان شوخی می کنند پایان دهید. چرا افراد این نوع روابط را انتخاب می کنند؟ وقتی آزادند روابط فقط مثبت را انتخاب کنند. قبل از بمباران شدنمان با عناصر منفی تنها چیزی که می شناختیم اشک بود؟ کنجکاو بودیم: دوست داشتیم چیزهایمان را با دیگران قسمت کنیم و در ابراز عشقمان به دیگران درنگ نمیکردیم؟ اما نحوه رفتار دیگران با ما تعریف ما را از چگونه عشق ورزیدن و چیستی عشق شکل داد. اگر زندگی را بیخبر ادامه دهیم، به بازافرینی آن شرایط منفی در زندگیمان ادامه خواهیم داد. وقتی از چیزهای منفی که در گذشته یا در کودکیمان بودند آگاه شویم، می توانیم تصمیممان را بگیریم و از آنها دست بکشیم و در گذشته رهایشان کنیم. آنگاه می توانیم مانند دوران کودکی آزاد زندگی کنیم. آنگاه می توانیم انتخاب کنیم فقط نزدیک کسانی باشیم که با ما خوشرفتاری رفتاری می کنند. نمی توانید دوباره به خانه بازگردید اما باید سعی خودتان را بکنید. باورهای طبیعی شما عبارت بود از عشق، اعتماد و صداقت. از تمام بدیهای جهان مبرا بودید. جز خوبی چیزی نمی در مورد چیزهایی که میخواستید و چیزهایی که نمیخواستید رو راست بودید. اگرچه هرگز نمیتوانید دوباره به آن معصومیت بازگردید. میتوانید انتخاب کنید که بیعتمادی، اندوه و تمام آموخته‌های های منفیتان را رها کنید. چیزهایی که شما را از هستی واقعیتان و آنچه زمانی بودید باز میدارند. ده قانون تغییر هر قدر چیزها بیشتر تغییر کنند، بیشتر تثبیت می شوند. با صدها یا حتی هزاران نفر در زندگیتان آشنا می شوید. اما تنها با چند تایی از آنها دوست نزدیک می شوید یا رابطه احساسی برقرار می کنید. چیزی که شما را به طرف افرادی خاص جلب می کند به قانون آینه ها باز می گردد. چیزی که در شما است، در آنها هم هست. یا برعکسش در آنها است که به این ترتیب نیاز نزدیک بودن به آنها ایجاد می شود. اگر معخذ این نیاز اندوه است بهتر است بشناسیدش و رهایش کنید. بعضی خیلی زود ازدواج می کنند و بچه دار می شوند و بعضی دیر. بعضی هم هرگز ازدواج نمی کنند. کسانی که زود ازدواج می کنند و بچه دار می شوند بیشتر شبیه کسانی می شوند که آنها هم ازدواج کردند و بچه دار شدند. مجردها ها هم شادی ها و گرفتاری های مخصوص خودشان را دارند. اگرچه آنها هنوز می توانند با متعهل ها دوست شوند. احتمال قوی تر آن است که متعهل ها جذب متعهل ها شوند و مجردها ها هم دوستان مجرد جدیدی پیدا کنند و وقتشان را با آنها بگذرانند. در مورد قانون رشد هم همینطور است. اگر شما رشد کنید اما دوستان یا شریک احساسیتان نه سرانجام از آنها پیشی میگیرید و مشترکاتتان با آنها بسیار کم می شود. روابطتان هم روابط متناظر خود را ایجاد می کند. وقتی به جایگاه جدیدی از اعتماد به نفس، شایستگی و سرور می رسید و آن وقت روابط، کار و کارکنانی هم که وارد زندگیتان می شوند منعکس کننده ی همین کیفیت ها خواهند بود. اگر درگیر اندوه، ناامیدی یا هر چیز منفی دیگری باشید، روابطی با همین ویژگی ها وارد زندگیتان می شوند و جا خوش می کنند. این به قانون اینجا و اکنون برمی گردد. افراد اغلب پدر و مادر خود را در وجودشان بازافرینی می کنند. اگرچه ممکن است سعی کرده باشند خود را از بعضی جهات تغییر دهند و بعضی ها حتی کاملا برعکس شوند. اما ممکن است تنها موفقیتشان در این باشد که سمت دیگر رابطه شدهاند اگر به کسی مثلا جین در کودکی کم توجهی شده باشد یا از او قدردانی نشده باشد ممکن است عمدن خلاف آن را در مورد بچهش اجرا کند اما قطب مخالف اغلب خوب نیست آنگاه در مورد بچه جین ممکن است وضع به این صورت باشد که همیشه همه چیز را به دستش دهند بدون اینکه هرگز مجبور شود چیزی را بخواهد ممکن است خیلی وابسته به جین بار بیاید و بعدها در بزرگسالی هنوز چشمش به او باشد که همه چیز را برایش مهیا کند بدون اینکه هرگز به فکرش خطور کند که برای آن کاری انجام دهد پس جین دوباره دقیقا همان کودکی است که مورد ناسپاسی قرار گرفته اما این بار در نقش مادر باورهای جین این وضعیت را ایجاد کردند سپس جین همین مجموعه باورها را به پسرش منتقل می کند و پسر هم در بزرگسالی فردی مانند او را جستجو خواهد کرد یا اگر جیم پدری الکلی داشته ممکن است در بزرگسالی بخواهد با وحشت از الکل فاصله بگیرد همچنین بخواهد با وحشت و وسواس و به دور از تدبیر و صرفاً با اعمال زور فرزندانش را از الکل دور کند. اما ممکن است این شدت عمل او اثر معکوس بگذارد و به سبب اینکه آگاهی های لازم به آنها داده نشده اتفاقاً بدان بیفتند و الکلی شوند پس جیم دوباره قربانی عشق به الکل می شود ممکن است هرگز درک نکند که افراد افراد می آورد. ممکن است فکر کند الکلیسم اصلا در خانواده ارسی است اما خودش آنقدر قوی بوده که بر آن غلبه کرده است تعادل در اغلب امور زندگی عنصری کلیدی است وقتی کسی در چیزی زیاده روی می کند یا برعکس کم می گذارد، حالت معکوس آن در رابطه دیگرش ظاهر خواهد شد و زنجیره از کشگاری ایجاد خواهد شد تا اینکه در این مسیر کسی موضوع را درک کند و تغییراتی آگاهانه به وجود آورد. کم اهمیت این ورزش به ضرر سلامتی است. ورزش بیش از حد وقت را به قدر می میگیرد که دیگر وقت چندانی برای انجام کارهای دیگر باقی نمیماند. کار زیاد پول و امکانات مادی می آورد. اما از طرف دیگر باید از وقت خانواده و دوستان بزنید. با کار نکردن وقت زیادی برای خانواده و دوستان فراهم می شود. اما می تواند موجب فقر و گرفتاری های مالی شود. دقیقا مشابه یک پدر یا مادر متعادل شدن بهترین چیز است. دقیقا برعکس یک پدر یا مادر نامتعادل شدن معمولا منجر به آن می شود که نسل بعد دقیقا برعکس شما شود. یعنی بار دیگر به پدر و مادرتان برود. یافتن تعادل روند ثابتی ندارد و از آدم به آدم فرق می کند. برای یک نفر هفتاد ساعت کار در هفته ممکن است اندازه باشد و برای دیگری حتی چهل ساعت کار در هفته ممکن است فرساینده باشد. هفتاد و چهل ساعت هر یک برای فرد مناسب خود درست هستند و برای دیگری نادرست و همینطور برای دیگران. آگاه شدن از عادتها و باورهایتان و دیدن نحوه انتباقشان با خانواده کلید دوری از ناامیدی و و کشیده شدن به قطب مخالف است. این موضوع همچنین ارتباط نزدیکی دارد با اینکه در زندگی چگونه با شما رفتار شده است. اگر ارزشتان نزد خودتان پایین باشد، می بینید که در طول زندگی افراد مورد معاشرتتان حتی کسانی که در ابتدا رابطه خوبی را با آنها شروع کردید، نهایتا به افرادی تبدیل می شوند که رفتار خوبی با شما ندارند. تغییر قبل از اینکه در زندگیتان رخ دهد باید در خودتان اتفاق بیفتد. می زمان میگذرد، نامها نام ها و چهره ها عوض می شود. اما مادامی که باورهایتان همان است که بود هرقدر چیزها بیشتر تغییر کنند بیشتر تثبیت می شوند. 11. قانون صبر و پاداش وقتی روی زندگی خود متمرکز می شوید، چیزهای خوب اتفاق می افتد. آبراهام لینکلن می هرچه هستید خوب آن باشید. روی هرچه تمرکز کنید زیاد می شود. اگر به تان نگاه کنید و به تمام چیزهایی که فکر می کنید باید داشته باشید اما ندارید توجه کنید، چیزهای مادی، شهرت و نفوذ کمبودهای بیشتری نصیبتان خواهد شد. اگر به زندگی شخص دیگری نگاه کنید و به چیزهایی که او دارد و شما ندارید توجه کنید، شاهد چیزهای بیشتری خواهید بود که دیگران دارند و شما ندارید. مقایسه خود با دیگران مانند نگاه کردن به نوک کوه یخ است. اگرچه به نظر می رسد که دیگری آسایش بیشتر، شانس بیشتر و چیزهای خوب بیشتری برای پرداختن به آنها دارد، اما واقعیت این است که تمام داستان مشخص نیست. سعی در کشف واقعیت زندگی دیگران نیز فکر خوبی نیست زیرا تمرکزتان را از آنچه خودتان دارید و خودتان هستید برمیدارد تصور کنید در فقیرترین دهکده دنیا و در فقیرترین خانواده آن دهکده به دنیا آمده اید. تصور کنید کور و افلیج به دنیا آمده اید. تصور کنید غذا ندارید و سرپناهی جزی کپر ندارید تصور کنید همین طور به زندگی ادامه داده اید تا به سنی که اکنون هستید رسیده اید. حالا تصور کنید از آن کالبود و زندگی به کالبود و زندگی که اکنون دارید منتقل شده اید. آن شخص همین حالا در جایی وجود دارد و اگر زندگی شما را داشته باشد دقیقا همان طوری که اکنون هست فکر می کند که در یک قرعه کشی فوقلاده برنده شده یا مرده و به بهشت رفته است. داشته های شما بسیار زیاد است. اگر قرار به مقایسه است، چرا خودتان را با کسی که هیچ ندارد مقایسه نکنید؟ چون یقینا خیلی ها هستند که هیچ ندارند. بسیار بسیار خوش اقبال تر از آنچه تصور می کنید هستید. به زندگی امروزتان از این زاویه نگاه کنید که انگار تا دیروز آن شخصی بودید که ذکر آن رفت. از تخت نرم و گرمی که هر روز در آن بیدار می شوید گرفته تا آب لوله کشی، برق و خوراکی هایی که در یخشال دارید. آیا حالا به نظر نمی رسد که هر چیزی را که می توانستید در زندگی بخواهید همکنون دارید؟ لباس های تمیز، کفش، سپاسگزار تک تک چیزها، آسایشی که از آن برخوردارید باشید. تازه اینها فقط جنبه مادی هستند. تمام آدمهایی که در زندگی شما هستند که وقت شخصی خودشان را برای معاشرت و روابط متقابل با شما میگذارند و خودتان خود زیبا و سالمتان. این واقعیت که به تکنولوژی مدرن دسترسی دارید تحصیل کرده اید. به آن درجه از آگاهی رسیده اید که می توانید چیزها را ببینید و قدردانشان باشید. گویی کاملا جدید هستند. بسیارند کسانی که همه این چیزها و حتی بیشتر از آن را دارند اما گلمند هستند و هرگز درک نمی کنند تا چه حد باور نکردنی ای خوشبختند. برای همین یکی می توانید سپاسگزار باشید و هر روز از خودتان تشکر کنید. در مورد کار خیلی ها کار رویایی خود را ندارند. کارگردان سینما، ستاره ورزشی، عکاس حرفه‌ای، اغلب مردم شغلی دارند که قابل اتکا است. حقوقش خوب است و ساعت کاریش در هفته زیاد نیست. برگردیم به صحبت لینکلن. چیزی که او میگوید مانند آزرخشی است که روشنایی دهد. مهم نیست کارتان چیست. به بهترین وجهی که می توانید انجامش دهید. اگر با دیگران کار میکنید با مهربانی و مثبت با آنها صحبت کنید. بگذارید خوشحال تر از آنچه بودند شما را ترک کنند. خیلی از صندوقدارها در فروشگاه ها همینطور هستند. ممکن است در خود کار پول زیادی نباشد و اغلب جذابیت چندانی هم نداشته باشد. اما بسیاری از صندوقدارها در همان چند دقیقه که صرف هر مشتری می کنند گفت گوی کوچک دوستانه هم با آنها می کنند. و مشتری ها را با لبخندی بر لبانشان روانه می کنند. این افراد چه تفاوتی ایجاد می کنند؟ صدها و صدها انسان خندان تحویل جامعه می دهند. ممکن است ظرف تنها سه چهار دقیقه باعث شوند بسیاری از افراد حس بهتری از خودشان و جهان پیدا کنند. چیزی که ممکن است با سالها روان درمانی و صحبت در مورد چیزهای بسیار ناراحت کننده به آن رسید. منظورم ایبجویی از روان درمانی نیست. بسیارند روان درمانگران بزرگ موفق ترین هایشان آنهایی هستند که از CBT یا شناخت رفتار درمانی استفاده می کنند در این روش فرد از محیط جدا می شود قادر می شود سپری محافظتی بین خودش و تمام چیزهای بدی که سر راهش سبز می شود ایجاد کند به قول قدیمی ها بگذار رد شود برود مثل آبی که از پشت مرغابی رد می شود. وقتی اجازه می دهیم چیزهای منفی به ما بچسبند، سرانجام ما را با خودشان پایین می کشند. وقتی چیزهای منفی را به حال خودشان رها می کنیم، مجال بیشتری پیدا می کنیم تا از چیزهای مثبت قدردانی کنیم. روی هر چیز تمرکز کنید، افزایش می آبد. این بدین معنا نیست که برای افراد همیشه مثبت هرگز اتفاق بدی نمیافتد. منظور فقط این است که وقتی برای افراد مثبت چیزهای بدی اتفاق میافتد، روی چیزهای خیلی بد و چیزهای خارج از کنترل و یا چیزهای غیرعادلانه تمرکز نمی کنند بلکه روی این تمرکز می کنند که چه کارهایی می توانند انجام دهند تا تحول ایجاد کنند یا امور را بهتر سازند. به این ترتیب، خیلی سریعتر می توانند شرایط منفی را رد کنند. بهتر است در شغلی متوسط عالی باشیم تا در شغلی عالی متوسط. همه چیز موقت است. می توانیم فقط در یک جهت حرکت کنیم. یا سازنده یا مخرب. اگر فقط به فکر رفع و رجوع کردن باشید، چیزهای بد و سطح پایین برایتان اتفاق خواهد افتاد. اگر در کاری که انجام می دهید عالی باشید و همیشه تمام تلاش خود را بکنید، به زودی چیزهای بهتر و بیشتری سر راهتان پیدا خواهد شد.